سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب این بار میخوایم چند تا تعریف دیگه در مورد ماتریس ها رو با هم دیگه ببینیم جلسه پیش ماتریس رو تعریف کردیم و همچنین دیدیم که ماتریس هایی که تعداد سطح و ستونشون با هم دیگه برابره رو بهشون میگیم ماتریس مربعی ماتریس مربعی از مرتبه n ماتریس مربعی از مرتبه n درسته خب حالا یه ماتریس مربعی بیاد با هم دیگه بنویسیم فرض کنید که ماتریسمون هست یک شیش منفی دو سه چهار هفت سه نه پنج دو خب یه ماتریس مربعی از مرتبه سه هستش خب یکی از تعریفی که باید یاد بگیریم تعریف قطر اصلی یه ماتریس مربعی هستش قطر اصلی یه ماتریس مربعی این درایایی هستن که من دورشون خط کشیدم براتون یعنی یک هفت و دو که دقیقا میبینید اگر این رو به صورت یه مربع در نظر بگیریم این درایه ها روی قطر اون مربع میافتن پس به این میگیم قطر اصلی ماتریس مربعی ما قطر اصلی در حقیقت اگر درایه ها رو گفتیم به صورت آه آیو و نشون بدیم آی و جی درایه های قطر اصلی درایه های هستن که برای اونها آی مساوی با جی هستش درسته مثلا برای این ماتریس سه در سمون آ آی یک یک آ دو دو و آ سه سه درایه های قطر اصلی هستن یعنی یک و هفت و دو خب دقت کنید که قطر اصلی فقط برای ماتریس های مربعی تعریف میشه و اگر ماتریسی مربعی نباشه نمیتونیم قطر اصلی رو براش تعریف کنیم خب حالا اگر یه ماتریس مربعی داشته باشیم که همه درایه های غیر از درایه های قطر اصلی صفر باشد مثلا فرض کنید که ماتریس به این صورت باشه قطر اصلیش باشه یک و هشت و سه و همه بقیه درایه هاش صفر باشد به یک همچین ماتریسی میگیم ماتریس قطری پس به این ماتریس مربعی میگیم ماتریس قطری خب برای اینکه یادمون نره اینجا بنویسیم ماتریس قطری چه جور ماتریسیه درایه های های غیر قطر اصلی غیر قطر اصلی باید چی باشن؟ بعد؟ صفر باشند خب دقت کنید که ما نگفتیم قطر اصلی حق نداره روش صفر داشته باشه خب مثلا اینجا ممکن بود ما به جای این سه داشته باشیم صفر خب یا به جای این یک داشته باشیم صفر خب باز هم چون درایه های غیر روی قطر اصلیمون همه صفر هستن این ماتریس یه ماتریس قطریه پس قطر اصلی میتونه روش صفر داشته باشه ولی درایه های غیر قطره اصلی باید همگی صفر باشن تا ماتریسمون قطری بش بگیم خب یه جور دیگه از ماتریس های مربعی ماتریس هایی هستن که توشون همه درایه های زیر قطر اصلی صفر هستن مثلا فرض کنید که ماتریسمون اینطوریه یک و دو و سه درایه های قطر اصلیش هستند بالای قطر اصلی هم مثلا چهار و پنج و 6 داریم ولی همه درایه های زیر قطر اصلی صفر هستند خب به این ماتریس ها بهشون اصطلاحا ماتریس های بالا مثلثی میگیم بالا مثلثی خب دقت بکنید که اینجا قطر اصلی و بالاش اگر نگاه بکنیم حالت یه مثلث رو داره واسه همین بهش میگیم ماتریس های بالا مثلثی پس بالا مثلثی چه جور ماتریسی هستش ماتریس هایی که درایه های درایه های زیر قطر اصلی همگی باید چی باشن؟ صفر باشن خب دقت کنید که باز توی تعریف بالا مثلثی ما نگفتیم که بالای قطر اصلی یا روی قطر اصلی حق نداره صفر داشته باشه مثلا این دو اینجا ممکن بود صفر باشه یا این پنج اینجا صفر باشه یا این شیش اینجا مثلا صفر باشه بازم این ماتریس یه ماتریس بالا مثلثی بود چرا چون همه درایه های زیر قطر اصلیش صفر هستن خب این ماتریس بالا مثلثی میتونیم ماتریس پایین مثلثی داشته باشیم ماتریس پایین مثلثی ماتریسی هستش که همه درایه های بالای قطر هستیش صفر هستن مثلا اینجا فرض کنید که قطر هستیم و یک و دو سه این پایین هم داریم 4 و پنج و 6 و هرچی که بالای قطر هستی هستش اگر صفر باشد به این ماتریس میگیم ماتریس پایین مثلثی پایین مثلثی خب چرا بهش میگیم پایین مثلثی چون اگر دقت بکنید این قطر اصلی و درایه‌ای زیرش رو نظر بگیریم مثل یه مثلث هستش پس پایین مثلثی تعریفش چیه تعریفش هست درایه های, درایه های بالای قطر اصلی بالای قطر اصلی همگی چی باشن؟ صفر باشن خب بازم اینجا دقت بکنید ما نگفتیم که قطر اصلی یا درای زیرش حق ندارن صفر باشن مثلا این چهار و پنج اینجا ممکن بود صفر باشن باز چون همه درایه های بالای قطر اصلی مو صفرن این یه ماتریس پایین مثلثی هستش خب پس ماتریس های مربعی از مرتبه n ممکنه که قطری باشن در حالت خاص یا ممکن استش که بالا مثلثی باشن یا ممکن هستش که پایین مسلسی باشن پایین مسلسی باشن درسته و یا ممکنه که هیچ کدوم اینها نباشن پس یه هیچ کدام هم اینجا داری میخوره بدخط شد هیچ کدام هم من ببخشید ولی ممکنه که هیچ کدوم اینا نباشن یعنی اینا حالت های خاص ماتریس های مربعی هستن خب اینا هم از تعریف هایی که در مورد ماتریس های مربعی میخواستیم یاد بگیریم توی جلسه بعدی بیشتر به جبر ماتریس ها میپردازیم تا جلسه بعد خداحافظ